دومه تیموتاوس فصل دوم. و اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسان بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. به عنوان عسکر خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. هیچ عسکر خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت قمندانش می باشد. ورزشکاری که در مسابقه شرکت می کند نمی تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. دهقانی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آن چی می گویم تأمل کن و خداوند تو را قادر می سازد که همه چیز را بفهمی. عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام می کنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت می بینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم، اما کلام خدا در زنجیر بسته نمی شود. بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم تا آنها نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است همراه با جلال ابدی آن به دست آورند. این سخن درست است. اگر با او مردیم همچنین با او خواهیم زیست. اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم او هم ما را انکار خواهد کرد، ولی اگر بی وفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمی تواند خود را انکار کند. این مطالب را به مردم گوشزد کن و در حضور خدا به آنها امر کن که از مجادله بر سر کلمات دست بکشند، چون این کار عاقبت خوشی ندارد بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد. منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی. از مباحثات زشت و بی‌معنا که تنها مردم را روز به روز از خدا دور می سازد دوری کن. حرف ایشان مثل مرض سرطان به تمام بدن سرایت می کند. از آن جمله اند هیمیناوس و فیلیتوس که از حقیقت گمراه شدند و می گویند رستاخیز ما هم اکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده‌ای را از بین می برند. اما تهداب محکمی که خدا نهاده استوار و قائم است و این کلمات بر آن نقش شده است. خداوند متعلقان خود را می شناسد و هر که نام خداوند را به زبان آورد شرارت را ترک کند. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد روزمره استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد ظرفی می شود که برای مقصد خاص به کار خواهد رفت و برای صاحب خود مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به همراه همه کسانی که با قلب پاک به پیشگاه خداوند دعا می کنند عدالت، ایمان، محبت و صلح و سلامتی را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلم توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش
وادار کرده است خواهند گریخت.